درج نماد رد کراس در سلول های کاربرگ اکسل. ابتدا سلول هایی که میخواییم این نماد درون اونها قرار بگیره رو با درگ کردن بدین حالت انتخاب میکنیم. روش اول استفاده از فونت ویندینگز در نوار ریبون، سربرگ هم، گروه فونت با قرار دادن اشارهگر موز بر روی لیست بازشوی فونت و حرکت دادن اسکرول بار به سمت پایین، اینجا میتونیم فونت ویندینگز رو بدین حالت انتخاب کنیم. روش اول استفاده از کلیدهای ترکیبی Alt به علاوه Shift 251 در سلول E5 کلیک چپ میکنیم، کلید Alt از صفحه کلید رو پایین نگه میداریم و همزمان از سمت کلیدهای عددی Shift 251 رو تایپ و کلید Alt رو رها میکنیم، کلید Enter رو میفشاریم. برای اینکه Cross in a Box داشته باشیم میبایست از Alt به علاوه Shift 253 استفاده کنیم. ابتدا کلید Alt از صفحه کلید رو پایین نگه میداریم، Shift 253 رو تایپ و سپس کلید Alt از صفحه کلید رو رها میکنیم. ملاحظه میکنید که Cross in a Box در سلول E6 قرار گرفت. کلید Enter از صفحه کلید رو میفشاریم.